در قسمت اول از مجموعه اسرار فراماسونری، اسرار مخفی در نمادها را دیدیم و با ماهیت چشم جهانبین آشنا شدیم. و اما در بخش دوم اعداد را با دقت بالایی بررسی کردیم و با ورتکس و فیبوناچی آشنا شدیم. و دیدیم که اهرام مصر با چه دقت بالایی توسط قوانین ریاضی و توسط چه کسی بنا شده است. و در بخش سوم هم شیطان واقعی را به شما معرفی کردیم تا شاید با شناخت ماهیت واقعی او دنیای بهتری بسازیم. اما یک سوال مهم هنوز بی‌پاسخ است. آنها که هستند؟ در 11,000 سال پیش، زمانی که سرما تقریبا همه جا را فرا گرفته بود و زندگی تقریبا رو به پایان می رفت، از دل سیاهی شبی سرد در هنگام سقوط سنگی از آسمان و برخورد با سنگی درون یک غار، شخصی پا به این دنیا می گذارد. او که میترا نام دارد، با به پایان رساندن وظیفه بزرگ خیش در سپیده دم اولین روز زمستان، سوار بر عرابه ای با 4 اسب که نشانه 4 عنصر اصلی هستند، به سوی خورشید عروج میکند که از این پس نور خورشید دوباره به زمین میتابد و این پایان عصر یخبندان است. اما او قبل از رفتن به پیروانش وعده می دهد که منتظر بازگشت او باشند. او از خود آیینی به جای می گذارد که در ایران آن را آیین مهرپرستی می نامند و جهانیان آن را اسرار میترا یا میترائیسم می نامند. اما یک مسئله بسیار حائز اهمیت است و آن این است که هیچ کس نمی توانست عضوی از آنها یا همان اسرار میتراس شود، مگر با گذراندن چندین آزمایش تا خود را مقدس و ثابت قدم نشان دهد. 7 درجه برای میترائیسم شدن وجود داشت که هر یک نمادهای مخصوص خود را داشته و به یک سیاره وصل می شده است. و در نهایت کسانی که به درجه پدر مقدس و یا اسرار میتراس دست پیدا می کردند را پسران میترا می نامیدند. اما دشمنان انسان همواره در تلاش برای از بین بردن پسران میترا و آیین مهرپرستی بودند. مریم مقدس به همراه همسر خود یوسف در راه بیت لحم بودند که به ناچار در طویله ای مستقر شدند. و در همانجا بود که عیسی مسیح به دنیا آمد. هیچ کس از مکان آنها و تولد عیسی مسیح با خبر نبود. اما 3 نفر که به 3 مغ یا 3 پادشاه فرزانه معروفند بر بالین عیسی مسیح حاضر شدند. اما آیا می دانید آن 3 نفر که بودند؟ گفته می شود که آنها 3 زرتشتی ایرانی بودند که از روی ستاره محل تولد عیسی مسیح را پیدا کردند. تا اینجا همه چیز درست است، اما یک نکته جا افتاده است. آن 3 نفر پسران میترا بودند. سی 33 سال بعد عیسی مسیح مصلوب می شود. اما مریم مجدلیه پس از رستاخیز و عروج عیسی مسیح به آسمان از اورشلیم فرار می کند. نه مریم مقدس و نه یاران نزدیک عیسی مسیح، بلکه مریم مجدلیه، خواهرش مارتا، برادرش لازاروس و ماکسیمین که یکی از 72 شاگرد عیسی مسیح بود و حدود 70 نفر دیگر توسط قایق‌هایی از اورشلیم گریختند. اما در آن قایق یک نفر دیگر هم بود که دیده نمی‌شد. آنها خود را به دست سرنوشت سپردند و آب آنها را به شهری که امروزه آن را سنت مقیدولامه یا به عبارت دیگر مریم مقدس دریا می نامند برد.
سپس به یک غار در نزدیکی کوههای سنت باومه در جنوب فرانسه پناه بردم. و باید این را بدانید که در این غار کوهستانی اکنون یک صومعه پنهان به نام پناهگاه مریم مجدلیه وجود دارد. و در سال 1279 بود که این مکان مقبره مریم مجدلیه اعلام شد. راهبان دومینیکین از سال 1295 نگهبانی از این صومعه پنهان را به عهده گرفتند. ماکسیمینوس که یکی از شاگردان نزدیک عیسی مسیح بود بشارت مسیحیت را در شهری که در فاصله 40 کیلومتری غار قرار داشت به همراه مریم مجدلیه آغاز کرد و دیگر همراهان آنها محافظت از مریم مجدلیه را به عهده گرفتند. در سال 1244 میلادی در جنوب فرانسه قتل عامی رخ داد که در طی آن افراد یک دهکده به طور کامل کشته شدند. این نبرد توسط کلیسا با یک لشکر 40,000 نفری و به فرمان پاپ بر علیه کاتارها آغاز شد که سرچشمه آن به تاریخ 1209 برمی‌گردد. اما کاتارها که بودند؟ آنان مسیحیانی بودند که عقیده داشتند کلیسای رسمی از زمان پاپ سیلوستر اول در 900 سال پیش از مأموریت اصلی خود منحرف شده است. آنها خواستار عمل به پیام مسیح یعنی بی‌توجهی به دنیای فانی بودند که همواره با رد کردن جسم انسان بود. اعتقاد آنها به شر ذاتی دنیای جسمی بود. اما این لشکرکشی ها یک دلیل مهمتری هم داشت، چون کاتارها از رازی مهم باخبر بودند. بهتر است که بدانی 900 سال پیش یعنی قرن 4 میلادی، یعنی زمانی که کنستانتین بزرگ امپراتور روم باستان بود و کنستانتین کسی بود که میترائیسم را که تا آن زمان آیین رسمی روم باستان و بیشتر نقاط دنیا بود را منع و مسیحیت را آیین رسمی امپراتوری روم باستان اعلام کرد و درست در که در این حمله نمادهای زرتشت و آیین باستانی ایرانیان مورد حمله قرار گرفت و از بین رفت، مخصوصا کاهنان زرتشتی که مگی نام داشتن با بیرحمی تمام. اما از آنجا که مسیحیت تفاوتی با میترائیسم نداشت، آنها موفق به انجام خواسته خود یعنی از بین بردن اسرار میتراس نشدند، چون نیاز به آیین جدیدی بود. این یک واقعیت تاریخی است و البته خیلی ها بر این عقیده هستند که این کار در راستای همان راز تاریخی انجام شد. اما آن راز تاریخی چیست؟ ابتدا باید بدانید که در این نبرد کسانی دیگر هم شرکت داشتند، کسانی که سالها بعد وجود خود را رسما اعلام کردند. در سال 1956 یک سازمان برادری توسط پیر پلانتارد وجود خود را رسما اعلام کرد که غیر صهیون نام گرفت. اما این سازمان اعلام کرد که از سال 1099 به صورت یک سازمان مخفی در کوه صهیون در سرزمین اورشلیم توسط یک گروه رهبانی تاریخی به نام صومعه بانوی کوه صهیون تأسیس شده است که وظیفه آنها حفاظت از جاب مقدس یا همان راز تاریخی کاتارها بود. اگر نمیدانید جام مقدس چیست، جام مقدس به جامی میگویند که عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدنش با 12 یار نزدیکش شام خورد و از آن جام نوشید که به شام آخر معروف است. اعتقاد در این است که پس از مصلوب شدن این جام را از خون عیسی مسیح پر کردند. اما کسانی که محافظت از این راز تاریخی را به عهده داشتند، این جام را طور دیگری توصیف می‌کنند. همانطور که در ابتدا گفتیم، یک نفر دیگر در آن قایق بود که دیده نمی‌شد، چون در شکم مریم مجدلیه بود. بله، مریم مجدلیه باردار بود. محافظان آن جام می‌گویند که مریم مجدلیه همان جام مقدسی است که خون عیسی مسیح در آن قرار داشت. حالا شاید دلیل فراری دادن مریم مجدلیه از اورشلیم را فهمیده باشید. در این حال به گفته دیر سهیون در داخل و در اطراف کلیسای مریم مجدلیه، یعنی همان منطقه که مریم مجدلیه بعد از فرار از اورشلیم وارد آنجا شد، به صورت غیر قابل انکار این اسرار به صورت نمادین به تصویر کشیده شدند که این احتمال تاریخی را تایید می‌کنند.
خب گفتیم که دیر سهیون توسط یک گروه رهبانی تاریخی تشکیل شده است. اما آیا می دانید آنها که بودند؟ آنها نسل همان کسانی بودند که در هنگام تولد عیسی مسیح بر بالین او حضور یافتند و آنها دوباره همان کسانی بودند که مریم مجدلیه را از اورشلیم فراری دادند و سپس وظیفه محافظت از او را به عهده گرفتند. آنان پسران میتراس بودند که بعداً به دیر سهیون شهرت یافتند. در متون قدیمی آمده است که آموزه‌های میتراییسم آموزه‌ای از علوم خاص در زمین ستاره شناسی و آسمان ها بوده است که توانایی خاصی به پیروان خود می‌داده. و عیسی مسیح در این باره این گونه میگوید: من از شگفتی‌هایی که ظاهراً قوانین جسمی و طبیعی را نقض می‌کند می‌دانم که فقط برای ارسال پیام به بشریت ساخته شده است. و اعضای دیر سهیون این گونه میگویند که عیسی مسیح می‌خواست اثبات کند که هر کس می‌توانست آن شگفتی‌ها را انجام دهد. ما آن را به کلی سه مؤلفه می‌دانیم: آگاهی، ذهن و روح، که از طریق هماهنگی و تکامل آنها انسان می‌تواند به سمت خدا صعود کند. دوباره دقت کنید که از طریق هماهنگی و تکامل. آیا این جمله چیزی را به یاد شما نمی‌آورد؟ اما همانطور که در ابتدا گفتیم، انسان‌هایی که خود را دشمن انسان می‌دانستند، یا به عبارت دیگر کسانی که برده 666 یا همان شیطان درون بودند، همواره در تلاش برای از بین بردن این آیین باستانی بودند. از این گروه که میسن یا معمار نام داشتند، این کار را توسط علمی که داشتند انجام می‌دادند، یعنی شستشوی مغزی آنها. اما در بین این افراد عده‌ای به کمک تعالیم پسران میترا یا همان دیر سهیون دوباره به راه قبلی خود برمیگشتند که به آنها معمار آزاد یا همان فریمیسن میگفتند. پس فریمیسن ها همان تعالیم و آداب و رسوم پسران میترا یا همان دیر سهیون را در پیش می گرفتند، یعنی آیین میترائیسم. در محرابه‌ها یا همان معابد میترا مجسمه یا نقش برجسته از تصاویری که می بینید کشف شده است. یکی از آنها یک شیر را به تصویر کشیده که بر روی یک کره ایستاده است و یک مار به دور آن پیچیده و کلیدی در دست دارد. همانطور که قبلا گفتیم، میترائیسم 7 مرحله داشت که هر یک به عنوان دروازه‌ای به یکی از سیارات بود، اما در قسمت بالای آن یک دروازه 8 هم وجود دارد. به گفته محققان، این شیر ارتباط نزدیکی با دروازه 8 دارد و کلیدی که او در اختیار دارد نقش وی به عنوان یک نگهبان مرزی را نشان می‌دهد. پس دو نما در آیین مهرپرستی یا همان میترائیسم حائز اهمیت است: 1 خورشید و 2 شیر. حالا به مجسمه، نقش برجسته و نقاشی‌های شیر در ایران باستان و جهان نگاه کنید. این شخص استاد اعظم دیر سهیون است. در این تصویر چه چیزی نظر شما را به خود جلب می کند؟ به این نکته که در وبسایت رسمی دیر سهیون آمده است توجه کنید. مسیر شروع ما به جستجوی جام مقدس است و ما این کار را با استفاده از دانش انجام می دهیم که نتیجه یک سنت حتی قدیمی تر از عیسی است که برای ما هنوز هم مرجع سنت ماست.
حالا نگاهی هم به سایت رسمی ناشر فراماسون‌ها بیاندازیم. اگر دقت کنید میبینید که یک پیام آشکار در این متن نهفته است. هر کس میتواند عضو فراماسونری شود، اما تنها کسانی میتوانند یک میترائیسم باشند و به اسرار میترا دست یابند که در لوژ فراماسونری به درجه استادی رسیده باشند. و این همان درجه هفتم است که در میترائیسم یک فرد عضو پسران میترا میشد. حالا یک سوال وجود دارد. چرا پسران میتراس که طبق آینه کهنشان ستاره شناسان ماهری بودند باید در هنگام تولد عیسی مسیح بر بالین او حضور یابند؟ چرا آنها باید مریم مجدلیه را از اورشلیم فرار دهند و چرا دوباره حفاظت از او را عهده‌دار شوند؟ بیشک تا کنون شنیده اید که نبوغ بالای داوینچی را به ارتباط داشتن او با شیاطین و حتی فرازمینی ها ربط داده اند. اما واقعیت چیز دیگری است، چون او نه تنها با قانون آفرینش هستی آشنا بود بلکه اسرار میترا را به خوبی میدانست، چون او یکی از پسران میترا و گراند مستر دیر سهیون بود. اما طور که گفتیم دیر سهیون تا سال 1956 مخفیانه فعالیت میکرد. به همین دلیل داوینچی که یکی از گراند مسترهای دیر سهیون بود بزرگترین راز تاریخ را در نقاشیهای خود گنجانده است که همان راز گم شده فراماسون ها هم میباشد. حتما فکر میکنید که این همان راز مریم مجدلیه و فرزندش است. درست است که داوینچی راز گل سرخ را به خوبی در نقاشیهای خود گنجانده، اما این رازی که ما از او سخن میگوییم بزرگترین راز تاریخ است. راز گم شده فراماسون است. آخرین آموزگار، آخرین تعمید دهنده و آخرین نقاشی. در ویدیوی بعدی این راز گم شده را با بررسی چند نقاشی داوینچی برای شما آشکار خواهیم کرد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.